سلام، امروز در خدمت شما هستم با برنامه آموزشی در مورد اقامت از طریق سرمایه‌گذاری به کشور کانادا. لطفاً با ما همراه باشید. در ابتدا باید براتون توضیح بدم که تصور غلطی که باور اکثر یا عموم مردم شده اینه که دیگه نمیتونن به کشور کانادا مهاجرت کنن و کارت اقامت خودشون رو بگیرن از طریق سرمایه‌گذاری. تصحیح میکنم که این باور کاملاً اشتباهه. در جون 19 سال 2014 تنها دو تا روش که زیرمجموعه روش گرفتن اقامت از طریق فدرال در کشور کانادا بوده لغو شده. اون دو تا روشی که لغو شده شامل برنامه سرمایه گذاری برای مهاجرت از طریق دولت فدرال همچنین برنامه کارآفرینی از طریق دولت فدراله. به جز این دو تا روش هنوز روش‌های بسیار زیادی وجود داره که با توجه به شرایط افراد سرمایه گذاری که مایل هستن از این روش اقدام بفرمایند میتونن اون گزینه‌ها رو انتخاب کنن. یه توضیح مختصری در مورد دولت کانادا بخوام براتون بدم. اگر که دولت کانادا رو به دو بخش تقسیم کنیم، یک راه که برای سرمایه گذاری وجود داره دولت فدراله. دو تا روش لغو شده، یک روش کماکان باقی مونده که روش گرفتن اقامت از طریق دولت کبک، از طریق استان کبک. اون رو توضیح در مورد استان کبک میتونید در ویدیوهای بعدی ما گوش بفرمایید. قسمت بعدی زیر مجموعه دولت کانادا گزینه های سرمایه گذاری و گرفتن کارت اقامت از طریق استانیه. حسن این روش به اینه که افراد با توجه به شرایطی که دارن که شامل میزان دانش زبان انگلیسی، شرایط سنی که دارن، میزان سازگاری یا تطابقی که میتونن با محیط داشته باشن، میزان سرمایه دارایی که دارن، میتونن یکی از این راه ها رو اقدام کنن و دولت کانادا با هر کدوم از استاناش توافقنامه امضا کرده که این قدرت رو به اون استان میده که با توجه به نیازهای هر استان افراد یا کاندیداهای خودش رو انتخاب کنه و پرونده اونا رو وقتی که استان چون از طریق استان اقدام کردین و استان شما رو پذیرفت، پرونده شما میره زیر مجموعه دولت فدرال. دولت فدرال قانون منحصر به فرد خودشو داره که افرادو بر اساس سابقه سوء پیشینه، بر اساس نمره زبانی که دارن، بر اساس شرایط سلامت و گاهی وقتا بر اساس میزان شرایط مالی که دارن و بر اساس خود قانون مهاجرت کانادا برآورد میکنه و اگر که شما اونجا درخواستتون مورد تایید قرار گرفت به فرد سرمایه گذار و همچنین افراد زیر مجموعه پروندهش کارت اقامت داده میشه. امروز میخوام براتون توضیح بدم در مورد شرایط استانی. یعنی شما چجوری میتونید از طریق اقدام کردن و انتخاب یکی از استانهایی که در کشور کانادا وجود داره به کانادا مهاجرت کنید و کارت اقامت خودتون رو دریافت بفرمایید. 9 تا گزینه انتخاب دارید. گزینه اول اقامت از طریق تجارت در استان کبک. طبق قانون این استان افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن برای کبک باید سرمایه گذار حداقل مبلغ 100,000 دلار کانادا رو داشته باشه. ارزش خالص داراییش باید 300,000 دلار کانادا باشه. توی پرانتز براتون توضیح میدم که ارزش خالص بدین معنیه که شما اسنادی رو که اعلام میفرمایین که جزء اموال و داراییتون هستن باید بتونید ثابت کنین از نظر قانونی که اون اموال متعلق به شما هستن. این تعریف ارزش خالصه. همینطور فردی که میخواد برای استان کبک اقدام بفرماد باید سابقه مدیریتی 2 سال داشته باشه. نمره آیلتس یا به تعریف دیگه نمره دانش زبان انگلیسیش باید نمره 6 باشه. گزینه انتخاب بعدی که دارین اقامت از طریق درخواست اقامت از طریق استان نیو برانزویک. طبق قانون این استان فرد سرمایه گذار باید مبلغ 125,000 دلار کانادا داشته باشه. مبلغ ارزش خالص دارایی‌هاش باید مقدار 300,000 دلار کانادا باشه. فرد مورد نظر باید 22 تا 55 سال سن داشته باشه و میزان سابقه مدیریتیش باید 3 سال باشه. نمره زبان یا آیلتسش باید 5 باشه. یه شرایط ویژه که این استان داره که این استان رو متمایز میکنه از استانهای دیگه این هست که میزان سازگاری و تطابق با محیط فرد که تعریفش این هست، یعنی که فرد مجرده یا متأهل، تعداد فرزندان خانواده چند نفره، یا یعنی که آیا این فرد که میخواد درخواست بده واسه این استان خاص اقوام خاصی، یعنی که خانواده‌ای در کشور کانادا و در اون استان داره، یا یعنی که میزان دانشش به نسبت به زبان انگلیسی چقدره.
نمره تطابق به محیط و سازگاری در روش اقامت استانی به استان نیو برانزویک باید 5 باشه. استان بعدی که میخوام براتون توضیح بدم استان منیتوبا است. در این زیر مجموعه این استان قوانین اینطوری هست که فرد سرمایه گذار باید مبلغی که داره، یعنی میزان سرمایهش 150,000 دلار کانادا باشه. ارزش خالص دارایی‌هاش باید 150,000 دلار باشه. همچنین سابقه مدیریتی 3 سال مورد نیازه و نمره زبان یا آیلتس باید 4 باشه. میزان سازگاری و تطابق با محیط باید نمره 6 باشه. این استان نسبت به استانهای دیگه یه ویژگی جدید داره، اونم اینه که وقتی که فرد درخواستش رو میده زیر مجموعه این استان، میتونه دولت کانادا اجازه میده که فرد سرمایه گذار برای مدتی به این استان سفر کنه و ببینه که و بتونه مطالعه کنه، ببینه که آیا میتونه در این کشور، در این استان تجارتی راه بیاندازه. استان بعدی استان پرنس ادوارد آیلنده. در سرمایه گذار در این روش باید مبلغ 150,000 دلار کانادا داشته باشه. میزان ارزش خالص دارایی‌هاش باید مبلغ 600,000 دلار کانادا باشه. سن سرمایه گذار باید بین 21 تا 59 سال باشه و میزان تحصیلات متوسطه یا دیپلم ایرانی کفایت میکنه. همچنین نمره زبان باید 4 باشه. از نظر سابقه مدیریتی هم تعداد سالهای خاصی مورد توجه نیست، همین که بتونید ثابت کنید که مقداری سابقه مدیریتی دارید کافیه. همینطور که دارم دونه دونه استانها رو براتون توضیح میدم، میتونید متوجه بشین که هر استان شرایط مالی خاصی داره، میزان دانشی که شما واسه مدیریت داشته باشین یا حتی میزان دانشی که باید برای نمره زبان داشته باشین متفاوته. به هر استان شرایط منحصر به فرد و خواست خودش رو داره. استان بعدی استان پنجم استان یوکانه. در این روش فرد سرمایه گذار باید مبلغ 150,000 دلار کانادا داشته باشه. میزان ارزش خالص دارایی‌هاش باید 250,000 دلار کانادا باشه. سن فرد مورد نظر باید بین 21 تا 55 سال باشه. نمره آیلتس 6 لطفاً و میزان سازگاری و تطابق با محیط نمره 6. در این روش هم مثل روش قبل فقط تنها کافیه که شما بتونید ثابت کنید که مقداری سابقه مدیریتی دارید. استان بعدی برنامه کارآفرینی هست که مربوط به استان نیو برانزویک. در این روش سرمایه گذار باید مقدار سرمایه 150,000 دلار کانادا باشه. ارزش خالص دارایی‌هاش باید مبلغ 250,000 دلار کانادا باشه. یه تفاوت دیگه این روش با روش‌های دیگه اینه که شما به عنوان سرمایه‌گذار باید لطف بفرمایید در ابتدا 75,000 دلار رو به دولت کانادا به عنوان سپرده بدین و بقیه رو در یه زمان دیرتر. در این استان شما نیاز زبان ندارین، یعنی که نیاز ندارین که ثابت کنید که دانش زبان انگلیسی دارین، حتی لازم نیست نمره آیلتس بدین. تجربه مدیریتی فقط کافیه ثابت کنید که مقداری تجربه مدیریتی دارید و اینکه باید بتونید ثابت کنید که یه دانشی دارین، که دانش اقتصادی دارین، یعنی که این روش زیر مجموعه برنامه کارآفرینی به حساب میاد. باید بتونید ثابت کنید که مقداری تجربه میدونید که اثر از اقتصاد در میارید و اینکه دانش اقتصادی دارین که بتونید کارآفرین باشین در اون استان. استان بعدی استان ساسکاچوانه. این استان هم طبقه بندیش زیر مجموعه کارآفرینیه و افرادی که میخوان برای این استان درخواست مهاجرت بدن باید مبلغ 200,000 دلار کانادا داشته باشن. ارزش خالص دارایی هاشون باید مبلغ 500,000 دلار کانادا باشه. سن سرمایه گذار باید بین 21 تا 54 سال باشه. نیاز نیست که ثابت کنن زبان انگلیسی رو میدونن یا دانش دارن، به نمره آیرس نیازی نیست. 3 سال سابقه مدیریتی مورد نیازه و همچنین این برنامه زیر مجموعه برنامه کارآفرینیه. استان بعدی استان بریتیش کلمبیا است. بریتیش کلمبیا 2 تا گزینه انتخاب داره. یکی اینکه شما میتونید در داخل خاک بریتیش کلمبیا بمونید، یعنی در داخل استان باقی بمونید. برای این روش که روش کارآفرینی به حساب میاد، فرد سرمایه گذار باید مبلغ 400,000 دلار کانادا داشته باشه. میزان ارزش خالص دارایی هاش باید 800,000 دلار باشه. نیاز به ثابت کردن زبان انگلیسی نیست. هیچ گونه محدودیت سنی هم نداره. 2 سال سابقه مدیریتی کافی است و شما میتونید داخل
استان بریتیش کلمبیا باقی بمونید. روش بعدی باید در داخل منطقه استان بریتیش کلمبیا باشین، نمیتونید توی ونکوور یا اینکه شهر اباتسفورد باقی بمونید. در این روش باید 200 هزار دلار کانادا داشته باشین، میزان ارزش دارایی هاتون باید 400 هزار دلار کانادا باشه، هیچ گونه محدودیت سنی ندارید، همینطور نیاز به زبان انگلیسی نیست، کافیه که بتونید ثابت کنید که تجربه مدیریتی دارین به مدت 2 سال. خب اینها راههایی بود که شما از طریق یکی از این استانها و یکی از این گزینه‌ها که با توجه به شرایطتون ببینید کدوم با شرایط ویژه شما تطابق داره، میتونید زیرمجموعه PNP یا که گرفتن کارت اقامت از طریق استانهای کانادا درخواستتون رو اعلام بفرمایید. یه مورد دیگه که باید براتون توضیح بدم اینه که برای که وقتی که شما کارت PR یا اینکه کارت اقامتتون رو در کانادا دریافت می‌کنید، باید بتونید رو نگه دارید. اینطوریه که در عرض 5 سال دولت کانادا از شما میخواد که 730 روز یا اینکه 2 سال رو در خاک کانادا بمونید. اگر که در عرض 5 سال 2 سال رو بتونید ثابت کنید در خاک کانادا بودین، میتونید که PR کارت خودتون رو یا کارت اقامت دائمی خودتون رو دوباره تمدید کنید. در غیر این صورت متاسفانه کارتتون از دست میدین. پس لطفاً برنامه‌ریزی بفرمایید که از بین 5 سال 2 سال در خاک کشور باقی بمونید. آخرین موردی که میخوام براتون توضیح بدم در مورد مالیاته، شرط مالیاتی. از شهروندان، از افرادی که ساکن کانادا هستن، کارت اقامت دارن، دولت کانادا درخواست داره که اعلام بفرمایند ساکن این کشور هستن یا اینکه خیر. اگر شما ساکن کشور باشین یعنی که اعلام کنید به دولت که در خاک کانادا زندگی میکنید، میزان مالیاتی که باید پرداخت کنید بر اساس مالیات درآمدی که در دنیا دارین، یعنی بهش میگن worldwide income، یعنی که مالیات شما در دنیا چقدره اونجوری مالیات از شما گرفته میشه. اگر که ثابت کنید در کشور کانادا زندگی نمی کنید، تنها مالیاتی باید پرداخت کنید با توجه به اینه که شما چه درآمدی در خاک کانادا دارین. در آخر یه خلاصه مختصر براتون از این برنامه امروز میگم که ما امروز توضیح دادیم براتون که شما میتونید به کشور کانادا تشریف بیارین، اقامتتون رو دریافت بفرمایید زیر مجموعه برنامه PNP یا اینکه اقامت گرفتن اقامت از طریق استان. زیر مجموعه PNP شما 9 تا گزینه انتخاب دارین، استانهای متفاوتی هستن با شرایط متفاوت که حتی واسه بعضی از اونها شما لازم نیست ثابت کنید که زبان انگلیسی رو بلدین یا زبان انگلیسی رو میدونید. چیزهایی که ارزشمنده برای دولت کانادا که با توجه به هر کدوم از استانهاش متفاوته، یکی سن شماست، با توجه به هر استان متفاوته، میزان دانشی که دارین نسبت به محیط، نسبت به اون منطقه جغرافیایی، نسبت به اون استان خاص، یا اینکه میزان سرمایه‌ای که دارین و اینکه شما میتونید سرمایه گذاری کنید، کارآفرینی کنید و اینکه تجارت کنید. ممنون که توجه کردید. موفق باشید.